درگیری دوباره فیمساجی و علی بروکس. سلام رفقا، به چنل ایران هواشی خیلی خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید درام علی بروکس و فیمساجی یک سال پیش اتفاق افتاد و هنوزم هواشی به دنبال خودش داره که تو این چند روز اخیر خیلی جنجالی شده. ماجرا از اونجای شروع میشه که دریا یکی از اعضای گروه علی بروکس با گروه به مشکل میخوره و توی کانال یوتیوبش ویدیویی در مورد دلیل ناراحتیش از گروه علی بروکس منتشر میکنه و دلیل همکاری نکردنش با این گروه اعلام میکنه. اولین نفری نیستم که این اتفاق براش افتاده و اتفاقی که افتاد اینه که بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، بدون اینکه هیچ کسی هیچ حرفی بزنه، بدون اینکه من چیزی بدونم، اینا یک خودشون با خودشون حرف زدن و تصمیم گرفتن که دیگه با من کانتاکت نداشته باشن، دیگه مثلا هیچ حرفی با من نزنن. خب اوکیه، هیچ دوستی زوری نمیشه، هیچ رابطه یا تو نمیتونی زوری با یکی ادامه بدی. یه دلیل میاره که مثلا فلانی تو فلان کار کردی، من ازت ناراحت شدم، من که دوستیمو باید قطع کردم. بعد از این موضوع دریا به ترکیه میره و داخل پیج اینستاگرامش استوریایی میذاره و به گروه علی بروکس تیکه میندازه. طبق چیزی که فهمیدم امیر موسوی هم از گروه علی بروکس چند تا استوری میذاره و جواب دریا رو میده، ولی متاسفانه به استوریا دیر رسیدیم و استوریا پاک شد و نمیتونم براتون بذارم. بعد از این اتفاق چند ویدیوی همکاری دریا با فیمساجی که داخل ترکیه بود منتشر میشه. اگه تا اینجای ویدیو ما رو دنبال کردید از ویدیو خوشتون اومد، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو بزنید و زنگوله روی آل بذارید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. حالا برمیگردیم به قبل این موضوع که فیمساجی تو پیج اینستاگرامش چند تا استوری میذاره و به علی بروکس و گروهش تیکه میندازه. بکسال مار فشار بخور. ببین دهن منو باز نکن، نذار استوری بگیرم. چه کارایی کردی، چه کاری نکردی، چه تک خوری، چه با گروهتون، چرت و پرت هم نگی، دهن منو باز نکنید، ویو هم دیگه بهتون نمیدم. ببین بعد داداش هرس نخور، شما اومدی ترکیه بیا با هم ویدیو میگیریم. دوباره ویو میدم، یه چند تا وایس جدید دارم اونا رو هم بهتون میدم، حال میکنید حسابی دورم چاغالا. همه فکر میکنن دلیل استوری های فیمساجی ویدیوی علی بروکس با پیکسیه که علی بروکس تو این ویدیو به فیمساجی تیکه میندازه. اینکه یه نفر رو ساپورت کنی، ببریش تو آسمون. ببین تو از همکارت یه همچین تجربه داشتی؟ بچم همکارم نه. اصلا داغون شدم. الان که دیسکانکتین یا کانکتین؟ اینو فکر کنم هیچ جا نگفتم. از بعد اون داستان یک دونه از فیلماشو من ندیدم. یک بارم حرف نزدم. ولی بعد از موضوع دریا معلوم شد که برای این موضوع بوده که با دریا ویدیو ساخته و از درگیری دریا با گروه علی بروکس خبر داشت. به نظر شما جواب علی بروکس به این موضوع چیه و آیا اصلا جوابی داره؟